ارجمند ساعت حدودا 3 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا در این تاریخ، تاریخ نهم ماه فوریه سال 2010 هستیم. این برنامه به صورت زنده و مستقیم در اختیار شما قرار میگیره. در آیه های 27, 28, 29, 30 تا 34 خدا در قرآن درباره ساختمان انسان، خانه انسان، امکانات انسان، تغذیه بیرونی انسان و ساختمان درونی انسان به ما درس و روشنایی میدهد که انسان از نظر قالب از چی تشکیل شده؟ از خاک. عمر او که پایان میرسد، قالب او به کجا میرود؟ خاک. از نو از چه چیزی ساخته می شود؟ خاک. از چه چیزی تغذیه می کند؟ خاک. خود قبل از اینکه به تغذیه دیگران در بیاید به چه تبدیل می شود؟ خاک. به ساختمان انسان، خانه انسان، خوراک انسان در بعد جسمانی و در قالب خاکی و جسمیت انسانی او، و بعد درباره خانه او توضیح میداد که خانه تو که سفره تو هم هست، هم خانه توست، هم سفره تو، هم خوابگاه تو، هم محل امن برای تأمین امنیت تو و برای رساندن رزق تو به تو. این چگونه ساخته شده و این چگونه حمایت می شود و این چگونه حفاظت می شود؟ تشریح می کند که زمین چیست و زمین چگونه حفظ می شود و خدا زمین رو در پناه خود ساخته و 8 لایر یا 8 طبقه، 7 طبقه روی زمین قرار داده که اگر یکی از این طبقات نمی بود، زمین و تو هیچ کدام نمی بودید. زمین خانه توست و خانه تو رو ما ساختیم و پرداختیم و تو این خانه رو حفظ کن، چون این خانه هم خانه توست، هم سفره توست، هم مادر توست. خاک تو از این خانه است. این خانه رو آلوده نکن که اگر آلوده کردی، خاک خودت رو آلوده کردی، جان و جسم خودت رو آلوده کردی. تو از این مادر متولد می شود. گل همه شما از همین خاک ساخته می شود. احترام این خاک رو داشته باش. در ادبیات دینی آمریکای بومی، آمریکا قبل از اشغال سفیدپوست‌ها و قبل از اینکه کشتار سرخپوست‌ها انجام بشه، معتاد کردنشون انجام بشه، کشتنشون انجام بشه، سرزمینشون گرفته بشه، در شرح حال آمریکای بومی می‌نویسند که وقتی سفیدپوست‌ها می‌خواستن از بومیان آمریکا زمین بخرند، اوایل کار اینها میترسیدند و فکر میکردند که اینها شیطان هستند و توهین میکنند به اینها، که میگفتند شما مادر ما رو میخواهید بخرید. و زمین قابل خرید و فروش نبود در فرهنگ بومیان آشغال مقیمان آمریکا، بومیان آمریکا. بسیار طول میکشه. در خود اروپا تا سال 1500 میلادی
یعنی خیلی قدیم هم نیست که 500 سال پیش زمین خرید و فروش نمیشد. زمین متعلق به فئودال بود و همیشه هم همینطور بود. ارباب یا فئودال و رعیت یا کارگر همین تمام بود. اصلا هیچ کس ملک و اینها خرید و فروشی اصلا منظور این که نه قانونش وجود داشت و نه خرید و فروش عملی بود. ولی به هر حال این طور بود. قرآن هم به همین موضوع اشاره می کند که زمین بستر انسان است، هم بستر توست، هم سفره توست، هم خانه توست، هم زوج توست، هم زوجه توست، هم فرزند توست. همه اینها از همین خاک هم. گرامی بدار خاک رو. و راجع به قالب داره صحبت میکنه که قالب چطور تشکیل میشه، چطور ادامه پیدا میکنه، قالب چطور میخوابه، چطور بلند میشه، چی میخوره قالب، چقدر عمر میکنه، بعد چطور میشه، برمیگرده به کجا برمیگرده. تمام اینها رو درباره قالب و درباره جسم توضیح میده، خیلی در کلیات. و بعد میپردازه به درون این قالب. درون این قالب دو بخش تقسیم میشه. یکی بخش من برای خودم اینطور معنی میکنم و با این معنی اشکال هم دارم، البته به خاطر اینکه در ادبیات عرفانی ما متاسفانه این اشکال وجود داره که جان، روان و روح گهگاه در ادبیات ما جابجا گفته شده، با وجودی که اینها یکی نیستند. جان یک پدیده است که پا روی ماده داره، یعنی پدیده مادی است. جان به معنای علمی کلمه، یعنی شما میخواید که جان سدیم و کلور رو ببینید چیست. جان اینها نمک طعامه. ذهنیت انسان جان انسانه. جان انسان عبارت است از خاصیت ماده، یعنی ترکیبات ماده در چنان تشکل و در چنان انتظامی وجود دارد که این تشکل و انتظام خاصیتی میدهد به این ترکیب که این خاصیت در اجزاء وجود نداره. اما این مکانیسم و این دینامیک و این محاسبه‌ای که جان میکنه، یه کارهاش تقسیم میشه به یک سری دینامیکس، به یک سری مکانیکس و به یک سری تغییر و تحولات و یک سری در واقع بالا و پایین رفته های رفتنی های حالات و مقامات خاصیت و ماهیت این ترکیبات است. یعنی تعریف جان تعریف پیچیده است، ولی خاصیت و ماهیتی است که با اون که مجزا از جسم دیده میشه ولی متکی به جسم، پایه ها و عموده های ناپیدای جان روی جسم قرار داره. به نوعی میشود گفت که جان محصول جسم است و اگر پایه های جسمانی حذف شود جان فرو میریزد. و درست مثل نمک طعام که سدیم و کلور وقتی که جدا میشن از هم نمک هم از بین میرود، تشکل و انتظام ترکیب ماده به هم میریزد، جان از بین میرود، جانی به وجود نمیآید، جان محو میشود. اما چون بشر قادر نیست که نظم ماده هایی که خلقت رو میسازه، خلقت آدم رو میسازه، اینها رو ما تشکلش رو بلد نیستیم، تنظیم اینها رو ما بلد نیستیم که چطور کربن رو در کنار پروتئین قرار بدیم تا جاندار بشن، چون ما اون کار رو هنوز یاد نگرفتیم، شاید هم یاد بگیریم.
می توانیم که جان بسازیم. جان روح نیست، جان خاصیت ماده است. به کجا میره؟ به هیچ کجا. نمک کجا میره وقتی که نمک تجزیه به کلر و سدیم میشه؟ هیچ، یک به نمک میره، به سدیم میره، به کلر میره. کجا میره؟ به هیچ جا. جان یک چیزی نیست که مستقل از کلر و سدیم باشه. یعنی کلر و سدیم رو قاطی کن، یک کمی هم نمک قاطیش کن. مایه نداره مثل ماس که به شیر بزنن ماس بشه، خودش تبدیل میشه. وقتی که موادی که بدن ما رو ساخته، املاح معدنی است، یک سری ویتامین، یک سری عوامل شیمیایی است، اینها رو کنار هم دیگه طبیعت، خدا، هر کسی که قرار داده، اینها رو به نوعی با هم دیگه متشکل و منتظم کرده که نتیجه این تشکل و تنظیم ایجاد یک نیرو و توان و برایند مکانیکی و دینامیکی است که یک سری فعل و انفعال انجام میده. و اینها درسته که اعجاز هست، اما خارج از خاصیت ماده نیست. یعنی اگه بخوایم طبقه بندی بکنیم ماده و معنا رو از هم دیگه، اینها معنا نیستند، ناماده هستند و پدیده مادی هستند. اشکالی که ما در رفرنس این کار داریم این است که در اشعار بزرگان، به خصوص در اشعار مولوی، یکی از نقاطی که عموماً افراد در مطالعه آثار محمد بلخی با اون مواجه میشن، همین ترکیب موضوعی و موضعی جان و روح که گاهی از اوقات مولوی وقتی به جان اشاره میکنه، به اون جان مادی اشاره میکنه، گاهی از اوقات به جان جان اشاره میکنه، گاهی از اوقات به جان تن اشاره میکنه. و اینها رو باید دقت کرد، نه اینکه قابل تفکیک نباشه، هست، ولی از یک لغت معمولا استفاده میکنن. عرفای دیگر هم همین کاری کردن، ولی در تحقیقات بعدی یا تحقیقات مدرن امروزی جان رو قبول داره علم، به نام پدیده ماده او رو میشناسه. ولی البته روح رو علم نه اینکه قبول نداشته باشه، علم اظهار ناآگاهی میکنه از روح. چیزی نیست که با روح علم اندازه گیری بشه. علم هر چیزی رو که خطکش نداشته باشه میگوید نمیدانم. بر علم هیچ وقت نمیگوید که این نیست، چون نیستی هم دلیل میخواد که شما اثبات بکنید، دانش لازم داشت برید که بگید این نیست. یک دوستی میگفت که اگر شما برای اثبات خدا 10 تا دلیل لازم دارید، برای رد کردن خدا 100 تا دلیل لازم دارید. میشه گفت خدا رو نمیشناسم، در ذهنیت من، در خطکش اندازه گیری من نمی گنجد. اما اینکه خدا نیست حرف بسیار سخیف و بیپایهی به نظر می رسه. یا اینکه روح نیست، یعنی چی نیست؟ نمی دانم. روح رو می شناسی؟ نه. پس از کجا فهمیدی که نیست؟ همینطور فهمیدم که نیست، نیست. خب این بازی با جملات و لغات و اینها ممکنه شیرین باشه، ولی اینها برای سرگرمی خوبه، اینها پایه فلسفی نداره. سوال جواب این است که من نمیدانم. وقتی نمیدانم که چیست، چگونه میدانم که هست یا نیست؟ دنبال چی دارم میگردم؟ نمیدانم. پس از کجا فهمیدی که نیست؟ تو که دنبالش نمیگردی. نه دنبال میگردم. دنبال چی میگردی؟ دنبال ره و واب و هه میگردی؟ چطور نیست؟ بیا من رو کاغذ برات بنویسم ره، روح هست. پس اسمش رو میخوای؟ خودش رو کجا؟ خودش رو مگه میشناسی؟ نه. پس دنبال چی میگردی؟ دنبال دیوانگی خودم، دنبال جهل خودم میگردی.
و بعدم یه آقا ما گشتیم روح نبود. کجا گشتی؟ نمیدانم. دنبال چی گشتی؟ نمیدانم. پس دنبال هیچ چیزی گشتی که نمیدانی و نمیدانی که چه چیز رو نمیدانی، ولی میدانی که روح نیست. همین به خدا هم شامل میشه، همین استدلال احمقانه. اما جان خاصیت ماده است. حالا این سخن هست که چقدر از ذهنیت ما ذهنیت جانیست و چقدر از این ذهنیت ذهنیت روانیست و چقدر از این ذهنیت ذهنیت روحیست. یعنی ما راجع به سه ذهنیت میتوانیم سخن بگوییم، یعنی میشناسیم یا نمیشناسیم یا بحث دیگه است. ذهنیت جانیست که با جان انسان رابطه مستقیم داره و وقتی که بافت مادی انسان به هم بریزد، قالب به هم بریزد، جان قالبی هم به هم میریزد و از بین میره. کجا میره ما نمیدانیم، همینطور که نمک طعام رو نمیدانیم که کجا میره وقتی کلر و سدیم از هم جدا میشن. وجود خارجی نداره دیگه، یا برای ما محسوس نیست و ما نمیتوانیم او رو بجوییم. جان قالبی است که بخشی از ماده ترقی میشه، با وجودی که در تجزیه ماده خاصیت او از بین میره، ولی باز هم ماده و پدیده مادی ترقی میشه. در کنار این جان جسمانی، جان مادی، یک روان وجود داره، یعنی آثاری است، رسوباتی است که از اعمال و رفتار ما و تأثیراتی که ذهنیت ما از جامعه دریافت میکنه و از تجربیات درونی خود ما دریافت میکنه، پدیده‌ای ساخته میشه که به نیروی جان اون پدیده ساخته شده و اون پدیده رو در اصطلاح معمول، حالا نمیخوایم بگیم علمی یا غیر علمی، در اصطلاح معمول روان میگویند. و روان هم متاسفانه تعریفش عموما با تعریف روح اشتباه میشه و علم روانشناسی در اینجا وسط قرار گرفته، یا فن روانشناسی، که گاه روان رو به جان معنی میکنن، گاه روان رو به روح معنی می کنند و گاه خود جان رو به روح معنی می کنند. این تفکیک یک قدری مخشوش به نظر می رسه، هنوز هم همینطور هست. اینها رو در نگرش به آثار عرفا باید دقت بیشتری کرد. اما برمی گردیم به قرآن. قرآن موضوع روح رو از موضوع جان کاملا جدا میکنه و موضوع روان رو میشه از قرآن اینطور استنباط کرد که آثار اعمال ما روان نام داره. یعنی اگر بخواهیم که من نظر من، این البته این رو به قرآن نسبت ندم، استنباط من از قرآن بعد از سالهای خیلی طولانی و مطالعه تقریبا همه مکتب‌های فلسفی، همه مکتب‌های روانشناسی و اون بخش از روانشناسی که مرتبط میشه با جامعه شناسی، این برداشت نهایی منه که ما یک جان داریم که پدیده مادی است، یک روح داریم که یک پدیده است مجرد و مستقل از جان و مستقل از جسم و ماده، و ما یک روان داریم که روان تأثیر اعمال انسان در زمان هست، یعنی در پلتفرم و در بستر زمان اعمال و رفتاری که ما با جانی که داریم انجام میدیم
این جان یک آثاری از خودش به جا میگذاره، یا شاید جان رفتاری اسمش رو بگذاریم، اعمالی که از ما به صورت ارادی سر میزنه، اون اعمال رو شاید روان گفته بشود که اون با ما سفر میکنه. اما روح رو این گونه، روح رو در قرآن میگوید که اطلاعات بشر از روح بسیار ناقص است و ابتدایی، و روح رو فقط شما بایستی که در تعریف او و در تأثیر او شناسایی بکنیم. یعنی شما همینقدر قبول بکنی که همینطور که خدا رو نمیشناسی ولی با خلقت او و با آثار او آشنا هستی و از طریق آثار او به وجود او پی میبری، نه به ماهیت او، به وجود او پی میبری که هست، چگونه است نمیدانم. روح رو هم شما در آثارش اندازه گیری میکنی و تحت تأثیر آثار روح هستی، نه خود روح. ما خود روح رو نمیشناسیم و هیچ دانشی راجع به روح نداریم، اما نمیتوانیم روح رو رد بکنیم، برای اینکه تحت تأثیر آثار روح هستیم. پدیده روح برای بشر، به خصوص بشر دیندار، بشری که دین قرآنی داره، مشخص نیست و ما دانشی به روح نداریم. اما همونطور که عرض کردم، وجود روح رو نمیتوانیم رد بکنیم. یعنی روح وجود داره، قرآن هم به این امر صراحت داره، اما تجزیه و تحلیل روح و شناخت روح و شناخت ماهیت و خاصیت و طبیعت و ساختمان روح که چطور ساخته شده، ما اونها رو هیچ اطلاعی نداریم ازش، و قرآن هم این راه رو بسته و علنان بسته. از الونک من روح، از روح از تو سوال میکنن، بگو که روح از امور الهی است، تمام شد. مشکل دیگر در اینجا این است که روح در قرآن در 3 یا 4 وزن مختلف استفاده شده. روح هم معنای باد میدهد، نسیم و باد معنی میدهد، که عرفا مثل حافظ از روح به عنوان باد سبا استفاده میکنند، از اون جنبه به روح نگاه میکنند. هم معنی روان بودن میدهد. همین اشتباه روانشناس هم هست که روح روان رو با هم اشتباه میکنند. روح روانی دارد ولی روان نیست، خاصیت روانی دارد. معنی لغوی روح روان هست، نه اینکه روح روان باشه. روح هم معنی باد میده، هم معنی جریان میده، هم معنای عبور و نوعی گذشت میده، رد شدن میده، مثل نسیم، مثل باد. هم معنی نفس کشیدن میده، هم معنی نفخه میده، و هم خاصیتی است که حقیقت وجود انسان با روح شناسایی میشه، و حقیقت وجود انسان که روح انسانه و انسان در حقیقت عمر جاودان داره، و اون حقیقت و اون جاودانگی محسوس میشه به وسیله حیات. حیات روح نیست، حیات وجود روح رو تشخیص میده، و حیات خودش یک پدیده مادیه، روح پدیده مادی نیست، همینقدر قرآن نشان میده. و معنی دیگر روح نفخه خداست که خدا میگوید که من از روح خودم هرچی که هست در تو میدمم،
و ما مجموعه نفسهای خدا هستیم در این قالب، یعنی اون چیزی که حقیقت وجود انسان رو تشکیل میده نفسهای خدا در وجود انسانه. روان انسان اعمال ارادی انسانه و قرآن میگوید که اعمال ارادی تو با روح تو سفر میکند. و معنی دیگر روح در نزدیک کردن مفهوم روح با مفهوم وحدت وجود، که وجود یک پارچه و غیر قابل تفکیک است و جایی نیست که وجود وجود نداشته باشد، بنابراین خلأی در وجود وجود ندارد و روح همان وحدت وجود است که جایی بدون روح وجود ندارد. و در مثال شاید بشود گفت که روح مانند دریایی است که پایان و کرانه ندارد و ما مثل ماهی هایی هستیم که در دل این دریا شنا می کنیم. گاه ما دارای شعور و ذهنیت هستیم به موجودیت خودمون که در این دریا ماهی زنده است، به بیان دیگر حیات داره و جان داره و در داخل آب شنا می کنه، واقف هست به موجودیت خودش، یعنی دارای حس موجودیته که می فهمه که زنده است، حس زنده بودن رو داره، تشخیص زنده بودن میده و با روح زندگی می کنه. اما وقتی می میره دریا نمی میره، هیچ تغییری نمی کنه جز اینکه آگاهی این ماهی به وجود حیات از بین میره. خود ماهی هم از بین نمیره، جایی نداره بره، همون تو دریاست دیگه. حالا نهایت درجه حل میشه، تبدیل میشه به خاک، میره پایین دریا، ولی توی دریاست. اما هویت و آگاهی به وجود خودش نداره. چرا؟ چون روح نداره، جسم داره و جان داره. انسان چون دارای روح هست، قرآن میگوید که وقتی جسم او به زوال رسید و جان او به زوال رسید، روان او در واقع یک پیمانه است که اعمال رو در خودش نگه میداره، چون اون اعمال به اضافه روح انسان رو تشکیل میده. و روح انسان مثل همون دریا و انسان مثل همون ماهی است. تنها تفاوتی که ما با ماهی داریم این است که ماهی وقتی جسمش متلاشی میشه معرفت به وجود خودش نداره، یعنی تمام میشه، برمیگرده تبدیل به ماده میشه. ما وقتی به ماده میشیم، تبدیل به ماده میشیم، یک چیزی رو قرآن اشاره میکنه که اون اشاره این است که انسان تا هستی بر جاست، خیشتن رو گم نمی کنه. یعنی انسان حقیقت وجود خودش رو هیچ وقت فراموش نمی کنه و خودش رو گم نمی کنه. ماهی وقتی جانش از بین میره خودش رو گم می کنه، چون روح نداره. ما چون روح داریم، وقتی جانمون رو رها می کنیم، جسممون رو رها می کنیم، روان ما که پیمانه اعمال ماست باعث هست که روح ما موجب شناسایی ما می شود، یعنی یک حقیقتی از ما به جا می ماند که دانایی دارد در شناخت و معرفت اون چه که اعمال ما در این دنیا بوده. قرآن رو دارم نقل قول می کنم. در قرآن آیه‌ای داریم که خیلی بهش بی‌عنایتی شده و خیلی زود از روش گذشتن. الانسانو علی نفسه بصیر، انسان خیشتن را
میشناسد. برای کی؟ تا ابد. خود انسان چقدر عمر میکنه؟ 70-80 سال، هر چقدر 100 سال تمام میشه. یعنی این ماهی که ما باشیم که در آب هستیم، تفاوتمون با ماهی های سنتی در این است که این ماهی در آب هیچ وقت هویت خودش رو فراموش نمی کنه، حتی وقتی قالبش رو از دست میده. شاید که این مطالب برای یک برنامه ای که بیننده های معمولی داره خیلی مطالب خوبی نباشه، ولی در این حال برای اون عده از بیننده هایی که ممکنه تعدادشون هم کم باشه و توقع این نوع مباحث رو داشته باشن، برای اینکه راجع به ساختمان آدم داره قرآن صحبت میکنه و سوالی فرمودند آقای احدزاده، میپرسند که این فرشته های درون ما از کجا میان؟ این سوال این است که خود ما از کجا میاییم؟ جسم ما از کجا میاد؟ روح ما از کجا میاد؟ این جانی که از جسم متولد میشه، این جسم ها وقتی ترکیب میشن زایش میکنن، که زایششون اون جانیست که به وجود میاد، این ذهنیست که به وجود میاد، اینا از کجا میاد؟ ما نمیدانیم. اما قرآن داره به این ساختمان اشاره میکنه. شما توجه بکنید که شما میرید نقشه های ساختمانی رو میکشید، میبرید شهرداری، امضا میکنن، میارید داره ساختمان رو شروع میکنید به ساختن. اول شل یا این قالب بیرونی ساختمان رو میسازید، حجم ساختمان رو ایجاد میکنید، سقفش رو میزنید، پایهاش رو محکم میکنید، بعد در داخل شروع به تزئین میکنید، اتاق خواب رو اینجا قرار میدید، اتاق فلان و فلان جا قرار میدید. اولش که میای نگاه میکنی خیلی آشفته است. چرا؟ چون نگرش تجزیه‌ای داریم بهش دیگه، در تجزیه میبینی و کم کم این ترکیب میشه و وقتی مثل یک نقاشی میمونه که شما قسمت‌های مختلفش رو پر میکنید تا پر نشه معلوم نیست که این منظره از آدم چیه. یه مقداری رنگ اینجاست، یه مقداری رنگ اونجاست تا تمام بشه. انسان ساختمانش به اون شکله، یعنی قرآن اونطوری نشون میده، ولی وقتی تمام میشه معنیدار میشه. اما اینکه اینها از کجا میاین من نمیدانم، اما وقتی که به وجود میاد و ساختمان تمام میشه، شما میپرسید که این شیر آب آشپزخونه از کجا آمده؟ من نمیدانم، ولی میبینم که باز میکنید آب میاد ازش، اون رو میدانم. یا این چراغ برق از کجا آمده؟ من نمیدونم. برق چطور تولید میشه؟ من نمیدانم. کارخانه برق کجاست؟ من نمیدانم. اما سویچ برق کجاست؟ سویچ برق اینجاست. چراغ کجاست؟ چراغ این بالاست. ما در وجودمون یک سری عوامل ذهنی داریم، یک سری عوامل مکانیکی و یک سری عوامل تحریکی داریم. ما در وجودمون یک سری فرمانده داریم که به نرو ما فرمان میده، که نرو ما به عضله ما فرمان میده، که دست من جمع و باز میشه. این جمع و باز شدن دست من از اینجا سرچشمه میگیره. اون وقت این سوال اینه که اینجا از کجا سرچشمه میگیره؟ اونجا ندانم شروع میشه، از تربیت. مثلا وقتی که من دستم رو بالا میبرم که با کارت بزنم کسی رو بکشم، همین نروی که در اینجا هست به این بازو دستور میده جمع شو، به این انگشت ها میگه گره شو، میگوید که ضربه وارد کن این شخص رو بکش. اون نرو کشتن و غیر کشتن سرش نمیشه، اون نرو داره دستور میده که یک سری کارهای مکانیکی و دینامیکی انجام بشه با این دست من. همین ذهنیت، همین نروی که اینجاست به این دست دستور میده که جمع شو، میگه حالا این دستت رو باز کن بکش سر این یتیم. همین دسته، همین نروه، همین عصبه، همین ماهیچه است، همین مغزه، همین فرمانده، همین ساختمان، همین سیستم، همین موتور، همین انجینه. حالا سوال اینه که
این رو فهمیدیم، این فرمانده این هست نیست؟ این فرمانده این هست. حالا سوال این است که فرمانده این کجاست؟ فرمانده این میگن تربیتی است که شدی. اون تربیت کجا جا میگیره؟ میدونید مشکل انسان شناسی در این است که شاگرد و معلم یکی هستند. یعنی خالق و مخلوق یکی هستند در اینجا. یعنی مخلوق میخواد خالق خودش رو بشناسه، ذهنیت میخواد ذهن ساز رو بشناسه، و در این معجزه پیچیده عجیب که ذهنیت انسان هم ساختمان سازه هم ساختمانه و خودش میخواد خودش رو شناسایی بکنه، در اینجا سوالات بی جواب به وجود میاد و هیچ کس پاسخی به اینها نداره. هیچ کس به ساختمان ذهنیت انسان که مجموعه است از جان، روان و روح، هیچ کس نمیتواند اینها را تشریح بکند. اما ما انقدر میفهمیم که در تأثیر این نیروها هستیم، اما چگونه این نیروها ساخته شده ما نمیدانیم، چگونه این نیروها پیدا شده ما نمیدانیم، رابطه این نیروها با فعل و انفعالات شیمیایی چیست نمیدانیم. میگن وقتی که فلان ماده شیمیایی خون بالا میره آدم عصبانی میشه. این رو میفهمم که وقتی که فلان ماده خون بالا میره آدم عصبانی میشه، شروع میکنه داد زدن، شروع میکنه لرزیدن، شروع میکنه ترسیدن. این ترسیدن کجا مفهوم میشه؟ ترسیدن رو فهمیدم، عامل شیمیایی داره، میلرزی، میگن شیمیایی بدنش کم و زیاد شده، اینو فهمیدم. اما اینکه کجا درک میشه این موضوع، کجا ثبت میشه، کجا مفهوم میشه که مفهوم عصبانیت به وجود میاد و مفهوم عصبانیت ادراک میشه، میشه که در این رشته باز هم جلو بریم و بیشتر حرف بزنیم. میخوام فقط به این نتیجه برسم که انسان نباید اظهار فضل بی خود بکنه. تا جایی که میدانه و میفهمه جلو بره، بعدش هم اظهار بکنه که من نمیدانم دیگه، خوبم هست برای آدم. شیطان رو دور میکنه، هرچی بگید نمیدانم شیطان رو دورتر کردی. بزرگان ما مثل پیر هرات حاج عبدالله انصاری که یکی از مبانی حیرت خلقت هست، مردم فقط با مناجات های او آشنا هستن و حاج عبدالله انصاری با مناجات هاش میشناسن، در صورتی که حاج عبدالله انصاری یکی از به نظر من یکی از بزرگترین و جستجوگرترین محققین در تفسیر قرآن از زوایای مختلف حقوقی، جامعه شناسی، روانشناسی، معنویات، عرفان، فیزیک و متافیزیک و حقوق است و کمتر کسی در تاریخ. یک بار دیگه هم در موردشون صحبت کردیم. حالا به هر حال او میگوید که دانم که هست، چون آثارش رو میبینم. روح هست، چرا؟ آثارش رو میبینم. یک چیزهایی است که حالا هر چقدر ما بگیم ریشه ماده داره، ولی هی سوال میشه که من الان میفهمم، فهم رو از کجا آوردم؟ فهم چی اصلا؟ میگن فهم عبارت از 1 2 3 4 اینه. میگم خیر، خب اون فهمی که این فهم رو میفهمه از کجا آمده؟ عنایت میکنی سوال چیه؟ من این فهم رو با کدوم فهم میفهمم؟ میگن با این فهم.
میگم الان این فهم رو با کدوم فهم میفهمم؟ اون وقت این رشته ادامه پیدا میکنه و هیچ پاسخی هم نداره. بنده همان به حاج عبدالله انصاری میگه دانم که هست، ندانم که چون است. هر که دانست چون است، از دایره اسلام بیرون است. بنده همان به که ز تقصیر خیش، از کوتاهی خیش، نه جرم خیش، از این کمی معلوماتش، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. جناب دکتر آریافر میگویند در مکتب روانشناسی یونگ تمام کمپلکس های روانی که تعداد آنها هم کم نیست را همان جنها یا شیاطین درون میدانند. و این بدان علت است که زمانهایی که ما تحت تأثیر این گونه عقده ها هستیم، عقل ما بر ما حاکم نیست و این عقده ها تنها فرمان روای شخصیتی ما هستند. به همین علت شناخت بیماری های عصبی ما مثل عقده های گوناگون یا عقده کمبینی یا بزرگبینی، مهرطلبی، برتری طلبی، عزلت طلبی، خودشیفتگی و غیره لازمه شناخت انسان و تزکیه نفس انسان است. به همین صورت دانستن استعدادهای نهفته ما لازمه شناخت خود برای رشد و برای تکامل است. و مطلبی که عنوان کردند بسیار مطلب پیچیده و قابل بحث و گفتگو است و همینطور است که فرمودند. ولی ما باید بالاخره این آقای دکتر آریافر رو بازگردانیم و خودشون بیان این مطالب رو مطرح بکنند. امیدوارم که پاسخ سوال بی پاسخ آقای احزاده رو داده باشم که فرمودند که این فرشته ها از کجا می دانند که انسان خونریزی و فساد می کند. منظور فرشته ها از کدام نوع انس است؟ فرشته ها هیچ چیز نمی دانند. این خداست که از زبان فرشته در کلاس ساختمان انسان که این سناریو و این تئاتر برقرار شده، که چنین چیزی در عالم خارج وجود ندارد. کاملا این آیه ها جنبه متشابه و تدریس و تعلیم دارد. حقایق و احکام رو باید از این آیات استخراج کرد، نه فرشتگان نمی دانند. خدا به ما می گوید، خدا در زمان فرشته به ما میگوید که تو دارای این استعدادها هستی، مراقب باش، کمبودهای خودت رو تشخیص بده، امکانات خودت رو تشخیص بده، نقاط ضعف خودت رو تشخیص بده. یعنی خدا از قبل داره به ما، قرآن هم همین کار میکنه دیگه. تنذیر یعنی چی؟ یعنی اخطار پیش از واقعه. یعنی به تو تنذیر میکنم. انذار یعنی اخطار ما قبل وقوع. که اصلا همه قرآن از اول تا آخر قرآن میگوید که من هیچ چیزی نیستم مگر اینکه چه بکنم، فقط به تو تنذیر میکنم. قرآن داره میگه که این فرشته ها اینطور میگن، خدا از زبان فرشته ها داره میگه که ان الذین کفروا، برای کسانی که کفر می‌ورزند، سواء علیهم، بی تفاوت است برای اونها، انذرتهم، که ایشان را مورد تنذیر قرار بدهی، اخطار ما قبل وقوع به اونها بکنی که آقا طوفان داره میاد، برو تو خانه در رو ببند. انذرتهم ام لن تنذرهم لا یؤمنون،
چه به اونها تنظیر کنی چه به اونها تنظیر نکنی، ایمان نمیارن. منظور این که حالا این آیه خواستم فقط مفهوم تنظیر رو بیان کرده باشم که این هم یک نوع تنظیر است که به خود بیا که نیروهای محرکه، فرشته یعنی نیروهای محرکه، فرشته یعنی نفسانیات انسان، همونطور که دکتر آریافر اشاره کردن در نوشتشون از زبان قول یونگ، نفوس مختلفی که در وجود انسانه، حالا اونهایی که کار بد میکنن شیطان اسمشون یا جن اسمشون، اونایی که کار خوب میکنن فرشته اسمشون، ولی همه اینها متشابهاته. شیطان و جن و فرشته همشون مثل ویروس هستن. ما خاصیت ویروس رو میبینیم، ما خود ویروس رو که ندیدیم، که هیچ کس ندیده. یعنی تماس آزمایشگاه های پزشکی هم با ویروس با عمل و عکس العمله. خود ویروس رو که نمیبینن که باش سلام علیک بکنن، دست بدن بگن بفرمایید اینجا میخوام با هم صحبت بکنیم. به وسیله مواد شیمیایی باش حرف میزنن، یعنی رو آثارش او رو میشناسن نه روی وجودش. خودش شاید بشه گفت اصلا در عالم غیب زندگی میکنه، شوخی میکنم البته، یعنی از نظر علمی باید گفت غیبه، چون نمیبیننش که. حالا ذره بینی درست نکردن که انقدر بزرگ بشه که بشه اونو ببینن، ولی باهاش رفتار دارن، پرورشش میدن، میکشنش، ضعیفش میکنن، قویش میکنن، همش با چی؟ با آثارش کار میکنن نه با خودش. قرآن میگوید که تو به این وسیله میتونی با روح خودت در ارتباط باشی، همونطور که شما با ویروس در ارتباطین بدون اینکه ویروس رو دیده باشید. ما با نهانخانه وجودمون، با عواملی که در درون ما هست، برمیگردم به قرآن. در قرآن میگوید که داره ساختمان وجود انسان رو بیان میکنه که این بیرونش چیه، غالبش درونش چیه، و تا همین قدری که برای تربیت ما لازمه به بیرون، به سفره، به ظرف، به خانه، به آسمان، به حمایت، به همه اینها اشاره کرد و گفت که ساختمان درونی و ذهنیت تو چگونه است. و در واقع در درون انسان وقتی که به فرشته اشاره می کند، به مرز ذهنیت و روحانیت انسان اشاره می کنه. روحانیت منظورم روحانیته، یعنی ذهنیت انسان یا جان انسان و روح انسان. این رابطه عجیب و حیرت انگیز و ناشناختهی که در وجود انسان هست، رابطه جان با روح، در این آیه به صورت خیلی خیلی بالا و خلاصه از روش رد شده که چه ارتباطی اینها با هم دارند. در آیه شماره 34 همانطور که برخوانده شد، بگوید به یاد بیاور، یا زمانی که گفتیم به فرشته، و اذ قلنا للملائکتی، و هنگامی که به فرشته ها گفتیم که سجده کنید با آدم، همه سجده کردند غیر از اون فرشته ای که اسمش ابلیسه. از کجا فهمیدیم اسمش ابلیسه؟ برای اینکه دیدیم این فرشته ایست که شیطانه. در واقع فرشته ها هم شیطان دارن هم غیر شیطان. این فرشته بدی بوده، فرشته سرکشی بوده، یعنی در وجود انسان استعداد هست که فرشته ها تبدیل به شیطان بشن. مثلا یک آدمی که جنایتکار حرفه‌ایه، این تقریبا همه فرشته های درونش، یعنی همه صفات انسانیش، همه صفات فرشته های درونیش یک سره تبدیل شده به ابلیس.
تحول فرشته به شیطان رو در درون انسان نشان میده. داره خدا به ما یاد میده. این کلاس درسه. این کلاس درس معماری انسانه. مثل این آقای سلطانی که رفتن مدرسه مهندس معمار شدن، آرشیتکت شدن، این هم یک مدرسه معماریه که داره خدا به ما یاد میده که معماری بشر، طراحی بشر و همینطور ساختمان بشر به چه صورته و اینها چطور میتونن جا به جا بشن. میگه مثلا در درون تو برای هر فکری، برای هر کاری یک فرشته‌ای در درون تو هست و این فرشته‌ها چون لزوماً جسم ندارن، یک ذهنیت هستن و این ذهنیت‌ها میتونن هزار میلیون باشن، چون جسم که نداره که، ذهنیته. حالا این ذهنیت‌ها میتونن آلوده بشن. اون ذهنیت‌هایی که آلوده شدن در اصطلاح قرآن میگه اینا ابلیسن. ابلیس یعنی لباسدار، یعنی هیدن، یعنی پوشیده است. این از نظر هویتش پوشیده است، نمیشناستش آدم تا وقتی که اثرش به آدم پیدا میشه. وسوسه‌ای که در درون آدم میشه، کی وسوسه میکنه؟ حافظ میگه چو بشنوی سخن اهل دل مگوی که خطاست. پس در درون آدم ها راجب فرشته ها صحبت میکنه که در درون آدم هن که ناله میکنن. چو بشنوی سخن اهل دل، اون فرشته هایی که اهل دل هستن، سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. میگه خودم هم از این فرشته ها دارم، در اندرون من خسته دل ندانم کیست. ملاحظه میکنید؟ قابل شناسایی نیستن، آثارشون رو میشناسن، قوای اونها رو میشناسه، خودشون رو نمیشناسه. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. من فقط با فغان و قوغای او که اثر او هست آشنا هستم، با خودش آشنا نیستم. خودش ذهنیت منه. مرز بین ذهنیت و جان انسان و روح انسان از بزرگترین مشکلات و پدیده های هستی است که بشر به اون مرزها تا به حال سفر نکرده است، اما در آثارش، تحت تأثیر آثارش هست. و ابلیس که ابا کرد و استکبر، و استکبار، ابا معلول استکباره. یعنی وقتی که انسان تکبر پیدا میکنه یا به قول توفیقی استغنا پیدا میکنه و در فکرش مستغنی میشه که من بی نیازم، چون بی نیازم احتیاجی به تعامل و تساهل ندارم، و از اونجا مبنای شیطان شدن انسان آغاز میشه. یعنی ذهنیت انسان فکر میکنه که من مستغنی هستم، میخوام رابطه جان و روح رو بگم، ذهنیت انسان فکر میکنه که من مستغنی هستم، مستکبر میشه، مغرور میشه، بالا میشینه. اون وقت دیگه در مقابل خدا هم سر تعظیم پایین نمیاره. چرا؟ من به خدا احتیاج ندارم، من به هیچ کس. یعنی فرعونیت نتیجه تکبر و تفکر انسانه. کی متکبر میشه؟ فرشته ما که تبدیل به شیطان میشه. در اینجا اون داستان رو داره تعریف میکنه. یعنی اینجا باز یک رابطه بین ذهنیت جانی و ذهنیت روحی انسان به وجود میاد که قرآن اینها رو یکی نمیداند. چرا؟ چون جان مبنای ماده داره، روح مبنای ماده نباید داشته باشه علال قاعده، چون روح ذات خداست، روح خداست. روح غیر از روح خدا چیز دیگری نمیتواند باشد. یعنی روح آدمی، روح خدایی، همچی چیزی ما نداریم. اون وقت میشه ارواح، اون وقت میشه دوتا روح. اون وقت یه مرزی لازمه که روح خدا تمام بشه، روح آدم شروع بشه. آدم روح نداره، خدا روح داره، روح ما روح خداست. اما رابطه جان با روح رابطه بسیار پوشیده است و در آغاز کار مولوی
به این امر او اشاره میکند که این یک امری است که باید ازش صرف نظر کرد. فقط در تأثیرات این ما میتوانیم پیشروی کنیم. تن ز جانو، جان البته منظورش در این شعر روحه، تن ز جانو، جان ز تن مستور نیست، لیک دید جان به تن دستور نیست. تن ذهنیت تنی داره دیگه، تن وقتی زنده است زنده به ذهنیت تنی زنده بشره، اون ذهنیت، ذهنیت تن نمیتواند که معرفت پیدا بکند و بینش پیدا بکند به ذات جان یا به ذات روحی که همسایه جسم است. و میگه اینها پرده‌ای بینشون نیست. مولوی میگوید که پرده‌ای بین اینها وجود نداره که تقسیم بندی بکنن که اینجا یه مرزی کشیدن، دیواری کشیدن، اینجا جان، اینجا روحه. یعنی دیواری بین ماهی و آب دریا وجود نداره، با وجودی که ماهی ماهی، دریا دریاست. و استکبار و استغنای، فکر استغنای شیطان یا ابلیس یا فرشته ابلیسی موجب شد که به کفر بپردازه. در آیه 35 و قلنا، حالا ساختمان آدم تمام شد، حالا به رفتار آدم و امکانات رفتاری آدم اشاره میکنه که یک سری از رفتاری که ما میکنیم تابع ذهنیت جانی ماست و یک سری اعمالی که ما انجام میدیم تابع روان ما هستن، تابع روح ما هستن. ملاحظه بکنید. و قلنا، و ما گفتیم، یا آدم، ای آدم، اسکن، سکونت کن، انت، تو، و زوجک، و همسر تو، الجنت، در جنت، در باغ بهشت. پس تا اینجا الان خدا به آدم که ساخته، همین آدمی که در این سناریو ساخته شد که روی زمین هست، بالا سرش 7 طبقه هست، از جسمش از خاک، جان خاکی داره، همینطور روح خدایی داره و در وجودش فرشته هست، در وجودش شیطان هست، سوخت حرکت جنی داره، همه اینها رو تشریح کرد که این آدم رو ساختن و در این میتوانند که این فرشته ها احساسات و عواطف مختلف ایجاد بکنن، فرمان های مختلف بدن، کارهای مختلف بکنن. خیلی خلاصه تشریح کرد که آدم چیست. حالا رفت سر رفتار آدم، رفت سر اختیار آدم که این آدم ساختمان درونیش اینه، این اتومبیل، این موتورشه، این صندلیشه، این سویچشه، این پیچشه، مهرشه، اینا. حالا اومده بیرون ماشین، یه این ماشین بدنش رو تعریف کردم، موتورش رو تعریف کردم، حالا میخوام خاصیت این ماشین رو تعریف بکنم. چند کیلومتر سرعت میره، کجاها میسته، سر پیچ چطوری میپیچه، رفتار این ماشین رو میخوام برای شما تشریح بکنم و تشریح میکنه. گفتم به آدم، هنگامی که با آدم گفتم با همسرت، پس آدم هنوز قبل از این که گناه بکنه همسر داشته، چون گناه وقتی پیدا میکنه جنسیت پیدا میکنه، ولی الان ما میبینیم که قبل از گناه کردن جنسیت داشته. یعنی این مرحله در ذهنتون داشته باشید، یادداشت کنید تا بعد عرض بکنم که چرا این مطلب رو الان بیان میکنم. پس با آدم گفتیم که تو و همسرت، آدم که خب نر بوده دیگه، همسرش حتما ماده بوده، پس گفتیم به تو و خانومت، خانوم میگم که متوجه بشید که همسر زن داشته، یعنی جنسیت مخالف داشتن با هم. چرا باید اون زن باشه این مرد باشه؟ این رو داشته باشید در ذهنتون. گفتیم به آدم و زنش که
اسکان کنید، این بهشت خانه شما باشه. و کولا، و این که هر دوی شما منها از بهشت و باغ بهشت از درختهاش رغادن آزادانه حیثو به هر ترتیبی که میخواهید شئتما هر دوی شما عرض میکنم که مصرف بکنید یا بخورید هر دوی شما از آن به هر ترتیبی که مایل هستید. ولا اما تقربا نزدیک نشوید. فعلا تا اینجای این آیه که ما پیش میاییم با شما صحبت خورد و خوراک فقط مربوط به چیزهای مجازه، نگفته است که از این درخت نخورید. گفته است که به این درخت نزدیک نشوید. نزدیک نشوید. تقرب هذه به این الشجرات به این درخت نزدیک نشوید. فتکون اگر که چنین کنید هر دوی شما خواهید بود و خواهید شد مینا از الظالمین از ظالمین، یعنی اگر به این درخت نزدیک بشید میگن حالا گفت که گندم بخورید یا نمیدونم درخت بخورید سیب بخورید، در اینجا که هنوز صحبت از خوردن نیست، از تقرب و تعبد صحبت میکنه که شما نزدیک نشید به این درخت. درخت یا شجره در زبان عربی هم معنی درخت به صورت همین درختی که ما به فارسی میگیم درخت هم اون معنی رو میده و هم معنی پیچیدگی، پریشانی، سردرگمی و در واقع مارپیچی هایی که توی مجله ها قبلا میکشیدن که این خط رو بگیر ببین اولش کجاست، یک نوع مارپیچ، یک نوع خطوطی که کلاف سردرگم. شاید بهترین ترجمه ای که یکی از معانی درخت کلاف سردرگمه، یعنی کلافی که سر و تهش پیدا نیست، ممکنه 50 تا سر داشته باشه، یعنی هیچ سری به تهش وصل نیست. در ذهن ما ها که میگین آقا این نخی که هست این گرفتم سر این نخ رو، این تهش کجاست؟ 100 تا ته داریم پایین، هر کدومشو بکش میکشیم وسطش گره میخوره به اون پایینی وصل نمیشه. هر دو معنا رو در نظر داشته باشید، در معنی شجر هم معنی درخت هم معنی نوعی پریشانی و بی‌نظمی و سردرگمی و قامز بودن و مشکل بودن در فهم و پیدا کردن مبتدا و خبر و آغاز و پایان یک چیزی. بیشتر معنی درخت در کنار عدم توان و عدم امکان به شناخت آغاز و پایان مستقل یک امر بدون تداخل امور دیگر معنی می‌دهد. شجر پیشنهاد نمی کنم که حتما شجر در اینجا اون معنی رو می دهد، فضولتا عرض می کنم که این معنی را هم می دهد. پس به اینها گفت برید در بهشت و در اونجا قرار بگیرید و آرام بگیرید و هر کاری می خواهید بکنید و هر چی می خواهید بخورید و به این درخت فقط نزدیک نشید.
و نگفتی که از این درخت بخورید نخورید، چرا نزدیک بشید چرا نزدیک نشید. یعنی الان اگر شما حضرت آدم بودید و در بهش تشریف داشتید، همین سوالاتی رو که این من و شما میکنیم که این درخت چیه، چرا نزدیک بشیم، چرا دور بشیم، میوهی داره بخوریم، میوهی نداره بخوریم، نزدیکی که عیبی نداره، لابود میوهشو گفته نخور، لابود گفته پوستشو نخور، لابود گفته برگشو نخور، لابود گفته اون طرف نرو، چرا گفته نزدیک نشیم. بابا یه حرفی زده، حالا خدا هم از این حرفا میزنه ها، درخت نزدیکی و دوریش مگه چیه؟ اینها همه نماینده اندیشه های انسانه در مقابل یک غامزی که قرار میگیره. یعنی ذهنیت انسان شروع به تراوش فعل و انفعالاتی میکنه که حالات مختلف رو برای اسیان و طغیان در نظر میگیره. یعنی انسان وقتی که دانش به یک امری نداره، پایه‌های طغیان در انسان قوی‌تر میشه، که آدم خاصیت جنگیدن و توجیه طغیانش قوی‌تر میشه که بله من به این دلایل اجازه دارم که طغیان بکنم. از طرف دیگه این آیه اشاره به عقل مستقل غیر ملهم میکنه. ملاحظه بکنید که در اشعار حافظ ما به عقل ملهم میرسیم. در سوره 62 سوره جمعه در قرآن ما به اصل وجود حکمت یعنی عقل در کنار تزکیه یا اخلاق میرسیم، که اول میگه یزکیهم، اول تزکیه بشن، اول اخلاق بیاموزن، بعد از اینکه اخلاق آموختن یعلمهم کتاب و الحکمه، بعد به اونها تعلیم بده از قرآن قانون، یعنی قانون ساختن رو، قانون رو به اونها یاد بده که جامعه باید دارای قانون و نظم و انضباط باشه، ولی حکمه و عقل رو به اونها یاد بده. یعنی اگر عقل رو اول به اونها یاد بدی ندی بدی، تزکیه رو به اونها یاد ندی، اخلاق و خلوص رو به اونها یاد ندی، عقل تنها بسیار خطرناکه. عقل تنها همین عقلی است که تو طیاره سوار میشه، یک بمب هیدروژنی یا بمب اتمی هر مرگی که از میندازه از اونجا پایین، یک چهارم میلیون آدم رو یک جا خاکستر میکنه. هزار بار تا به حال اینو گفتم تا بیان سراغمون بگن دیگه از این حرفا نزن. خب این عملی که انجام میشه مال چیه؟ مال عقلشه. اگه عقل نداشت که طیاره درست نمیکرد، اگه عقل نداشت که بمب اتم، به من که عقل دارم چطور بلد نیستم بمب اتم درست کنم؟ عقلم کمه دیگه. عقل داره، اخلاق نداره. اخلاق که نداره عدالت نداره، عدالت که نداره شرف نداره، وقت اون کارو میکنه. بعدم میاد پایین میری کلیسا نمازشو میخونه، یا لرد و یا لرد و یا لرد و زانو میزنه و بوس میکنه و ماچ میکنه و میاد کنه، لردم میبخشدش، یادش دادن دیگه، گفتن شما میری میگی که من چون که مسیح رو در قلبم پذیرفتم، هر کثافتی که بخورم تبدیل به حلوا میشه. تو کلش رفته اینو؟ یعنی یک کسی مغزش رو باز کرده، یک سری دو سه کیلو کثافت گذاشته اون تو، بسته درش رو، گفته برو. این چرا اینطوری شده؟ برای اینکه تزکیه نشده. اگه تزکیه شده بود، این عقل میخواد بیاد جلو میگه صبر کن، فقط عقل اخلاقی میتونه بیاد تو، عقل غیر اخلاقی نمیتونه بیاد تو، میبنده این جلوش رو. تزکیه یک دیواری است، دیوار خلوصه، دیوار تصفیه است که نمیگذاره کثافت و آشغال وارد ذهنیت آدم بشه. حالا در این آیه قرآن چنین میگوید که بالاخره به اینا گفت به این درخت نزدیک نشید. چراش رو بعدن میفهمید. یعنی ظاهرا به نظر میرسه که در اینجا
عقل غیر تزکیه شده اینها مورد آزمایش فراموش نکنید. بهشت و جهنم اینا همه داستانه، همه متشابهاته. حالا شده یا نشده من نمیدانم، برای من متشابهات. خدا داره با من حرف میزنه، و الا اگر راجع به اونا داستان میگفت تمام میشد که یک لحظه فکر بکنید که به ما چه مربوطه. اگه من آدمم، اگه من حوام، اگه من تو بهشتم، درخت چیه؟ به من چه مربوطه این حرفا؟ اینا رو بپرسید یه مرتبه از خواب بیدار میشید، چون قشنگه دیگه. داستان تئاتر آدم دوست داره فیلم سینمایی تماشا کنه. بعضی وقتا میگه جیغ میزنه آدم فیلم نگاه میکنه، مثلا آرتیستمون یکی میخواد آقا نکش نکش، میگم خانم چی میگی؟ این فیلمه، نمیشنوه که تو چی میگی، بعدم نمیکشه. این فیلمه، اینم فیلمه آقا، نخوابید. خوشمزه هست ولی فیلمه، این واقعیت نداره، این کلاس درسه، بیدار شو از خواب. این راجب آدم صحبت نمیکنه، راجب تو صحبت میکنه. اصلا راجب آدم صحبت نمیکنه، راجب تو آدم صحبت میکنه، راجب تو و زن تو صحبت میکنه، راجب خانه تو صحبت میکنه، راجب شهر تو صحبت میکنه، راجب درخت مملکت تو صحبت میکنه، راجب امکانات تو صحبت میکنه. هر درختی مال تو نیست، هر میوهی مال تو نیست، هر سایبانی مال تو نیست، هر نعمتی مال تو نیست. کنار بیست، نسبت به حق دیگران تجاوز نکن. همه هستی مال تو نیست. اون چه که سهم توست در بهشتی که خدا برای تو ساخته زندگی کن. به حق کسی تجاوز نکن. از عقل خود برای سرنگون کردن دیگران استفاده نکن. از عقل خود برای بیعقل کردن دیگران استفاده نکن. از نیروی اراده خودت استفاده کن، سر جات بنشین. عدالت داشته باش، قناعت داشته باش. می شود در مورد این قسمت آخر، این که به درخت نزدیک نشو، کتاب نوشت. این قسمت مشهون و لبریزه از هزاران نکته برای زندگی است. به همین خاطر باز گذاشته درخت چیه؟ درخت هر چیزی است که در ذهن تو جا میگیره. درخت هر چیزی است که آرامش و آسایش و امنیت رو در جامعه به وجود میاره. نزدیکی به درخت چیست؟ نزدیکی به درخت تجاوز به حق دیگران و ظلم. خود قرآن داره حرف میزنه با شما. خود قرآن داره با شما حرف میزنه، اصلا احتیاجی به ترجمه نداره. ببخشید قربان، اسم این درخت چیه؟ اجازه میدید که من در این، خیلی هم وقت نداریم، امروز هم تمام شد. پیشرفت ما خیلی کم شده این روزها، هیچ پیشرفت نداریم، خیلی کند جلو میریم. میشه که از شما سوال بکنم که اسم این درخت چیه؟ درسته میفهمم ننوشته در اینجا، یک کلمه فقط به من جواب بدید که من بتونم تون تون بخونم. اسم این درختی که میگه بهش نزدیک نشید، از نظر موضوعی عرض میکنم که اسم این درخت چیه؟ مطالب فرصت نداریم که اشعاری رو که فرستادید اینها رو بازخوانی کنیم. قطعا بینندگان میخوانند و لذت میبرند. خانم مجذوبی مینویسند که درخت بی‌عدالتی. بی‌عدالتی مفهومش درخت ظلمه. به درخت ظلم هم کاملا همینطوره، به درخت ظلم نزدیک نشو.
درخت چیه؟ درخت محصول خاکه، همون خاکی که تو از این خاک ساخته شدی. درخت یعنی تو، همینطور که تو از خاک به وجود میایی، همینطور که استاد توفیقی نوشتن درخت ظلم، درخت ظلمه، چون ظلم چیز دیگری نیست، ظلمی که از زمین به وجود آمده. نزدیک شدن تو به ظلم، نزدیک شدن تو به ظالم است. تسلیم به ظلم نشو، عامل ظلم مباش. ظلمی که انقدر سردرگمه که به هر کجاش دست بزنی ظلمه، به این اژدهای هفت سر نزدیک نشو. به محض این که به این نزدیک شدی، تبدیل به فرعون میشی، تبدیل به سلطان میشی، تبدیل به ظالم میشی، تبدیل به جنایتکار میشی، تبدیل به فئودال میشی، تبدیل به مستبد میشی، تبدیل به ولایت میشی، تبدیل به حکومت میشی. کنار بیست، کنار بیست از این وسوسه و کنار بیست از این نیروی مخرب. این درخت طمع توست، این درخت طمع و تکاثر و احتکار و تجاوز. این درخت درخت شهوت است، این درخت درخت قدرت است، این درخت درخت حکومت است، درخت حاکمیت است، درخت شهوت است، درخت قدرت است، درخت ثروت است، با همه فریبندگی ها و فریبایی هایی که دارد. کنار بیست از این درخت. احتکار خوردنی نیست. شما وقتی 100,000 تن گندم مردم بدبخت رو تو کشتی میریزید تو آب دریا که گندم گران باشد، که مردم نتوانند بخرند، که بیشتر از اون 4 میلیارد نفر از گرسنگی میمیرند، نمیخورید اون گندم رو که. میگه نزدیک نشو به این اعمال، نزدیک نشو به این درخت، دور بایست. درسته جذابه، یعنی آقا شما میخواید که معاون وزارتخانه نمیدونم بوق بشید؟ او مگه میشه ول کرد؟ بله قربان، اینجا باید روزی 5 تا آدم سر ببری، 50 تا سر میبرم. 5 تا چیه قربان؟ شما میخواید رئیس سپاه ماستدار بشی، سپیر باید پاسدار بشی و ماستار بشی و چی دار بشی؟ بله، چند تا آدم باید بکشم؟ انقدر آدم چرک بیشتر هم میخواین قربان؟ چاقون من میبرم، چند تا بکشم؟ 10 تا؟ من 12 تا میکشم. اثنی عشری هم هستم دیگه، 12 امامی هم 12 تا میکشم برات. چطور خوبه؟ برم بکشم. شما ضمناً بایستی که این آدمایی رو که این چند ماه پیش بی خودی ریختن تو خیابان و حرفای بی خودی زدن و به مقام ولایت توهین کردن، به زنهاشون باید تجاوز بگن آدم بشن اینها. آقا چشم قربان، به چند تا؟ به 5 تا از زنهاشون آقا 50 تا تجاوز میکنن برای خاطر گل روی شما. میگه نکن. میگه فریبندگی و قدرت طلبی و شهوت طلبی و ثروت طلبی باعث نشه به این درخت نزدیک بشی. اون وقت ببینید ملا برای ما اینو چی معنی کرده. آقا به این درخت که نزدیک میشه انگور نخوریان، انجیر نخوریان، نمیدونم این چرت و پرتای مزخرفاتی که قرآن رو به این روز انداختید، دین رو به این روز انداختید. یه گندم نخوریان، گندم بخوری از بهشت بیرون میری و داخل میری و مسیحا از اینا بدتر، اینا از مسیحا گندتر. اون وقت همدیگه رو میکشن. چند میلیون آدم در تاریخ کشته شده که این درخت سیب بوده یا درخت گندم بوده. این که میگه درخت سیب بوده، این مسیحی نجس هم برزیم بکشینش. نخیر این میگه من، این میگه گندم بوده، گندم بوده، پس تروریسته، اینم بگیرید بکشید. یعنی ما از مفاهیم این آیه کاملا جدا ماندیم. چطور من عرض میکنم که مگه من توی بهشت بودم؟ من همه جا بودم، جهنم بودم، من بهشت نبودم تا حالا، ولی در جهنم بسیار.
شما چرا میگن آقا شما از کجا فهمیدی که این درخت درخت ظلمه؟ برای اینکه به متن آیه نگاه میکنم. ولا تقرب و نزدیک نشو به این الشجرات به این پدیده پریشان کلاف سردرگمی که اگه داخلش شدی دیگه نمیتونی بیای بیرون، چون نه سر داره نه تا، به یه چاهی میفتی که ازش نمیتونی دیگه بیای بیرون، گم میشی اون تو، از هر طرفی بری بیشتر فرو میری تو باطلاق. اینجا شجر یعنی باطلاق، میگه به این باطلاق نزدیک نشو میفتی توش. فتکونه میشوی اگر به این باطلاق نزدیک بشوی. مینه الظالمین یعنی ظالم میشی. اگر من این درخت نزدیک بشه، از حضور خانم دکتر مژگان هم سپاسگزاری میکنم برای همه مراهمشون و توفیق شما انشاءالله با خدا باشه و همینطور اجر شما و خانواده محترم شما. خب پس نصیحت شد بهشون که به این درخت ظلم نزدیک نشید. نزدیک شدن به درخت مجازات داره مگه؟ آیا ظلم احتیاج به نزدیک شدن داره یا ظلم احتیاج به فعلیت داره؟ این هم سوال جواب بدید که رد بشین بریم به آیه بعدی. شما از اینی که به درخت نزدیک بشید درخت رو نگاه میکنید و اینا، به 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 چه درخت خوبیه، هنوز کاری نکردید که شما چرا وقتی که نزدیک میشین به این درخت از ظالمین محسوب میشید؟ زود جواب بدید، مثل اون قبلی که تون جواب دادید و مختصر و مفید و خیلی خوب بود، باز هم همین جواب رو بدید مفید و مختصر. ما برویم سر آیه بعدی. ظلم احتیاج به فعلیت دارد. اینها هنوز فعلیت انجام ندادن. میگه اگر نزدیک بشید ظالم محسوب میشید، به فعلی اشاره نمیکنه، ولی ظلم به فعل اشاره میکنه. سوال این است که اینکه هنوز کاری نکرده چرا قرآن محکومش میکنه؟ محکوم مشروطش میکنه، نمیگه اگر عملی انجام دادی، میگه اگر نزدیک شدی. این رو پاسخ بدید به من که چرا برای نزدیک شدن باید محکومیت پیدا بکنه، در صورتی که ما میدونیم که ظلم مستلزم و ملازم با انجام یک عملی است، با یک تجاوزی است. این که هنوز تجاوز انجام نداده، یه فقط به درخت اگه نزدیک بشی تصور من بر این است که شما وقتی که به یک امر یک مرتبه، هزار مرتبه تا حالا من اون قماربازی که باهاش کار میکردم در ایران برای شما تعریف کردم که ببینید، شما وقتی که بالای یک کوهی هستید، در مرحله اختیار هستید، یک اتومبیلی دارید بالای کوه رفتید تماشا، برف میگیره و زمین یخبندون میشه و تمام این سرازیری کوه یخ میشه. شما وقتی با ماشین میرفتین بالا، اینجا جاده بوده، الان که میخواید بیاید پایین همش یخ شده. اون بالا شما دارای اختیار هستید که بمونید تا یخ آب بشه بیاید پایین، اما اگر شما در مسیر اینجا قرار گرفتید، اتومبیل رو بردید بالای این یخها قرار دادید، شما وارد اکتساب جبری میشید و اکتساب جبری در واقع توان رو از شما میگیره.
تقرب رو در اینجا قرآن بر مبنای اکتساب جبری قرار داده. میگوید بسیاری اعمال هست در زندگی که شما برای دارای اراده هستید که فعلیت ارادی انجام بدید یا ندید، ولی بعد از انجام اون فعلیت ارادی که ظاهرا چیز بدی هم نیست، اما نتیجه جبری که از اون فعل ارادی به بار میاد ممکنه فاجعه باشه. این رو من که خدا هستم به تو میگویم، از این پشتبان پایین نپر. تو قادر نخواهی بود که 4 متر فاصله رو با پرش به سلامتی به زمین برسانی. تو به طور قطع و یقین در اثر این پرش به سقوط میرسی، نه به زمین. سالم به زمین نمیرسی. از همین الان حکم تو رو ثابت میکنم، صادر میکنم. میگه آقا تو هروئین نکش. هروئین که میکشی این عیب‌ها رو میکنی. آقا این قرص‌های شیمیایی رو که درست کردن که ارزان باشه همه بتوانند بخرن استفاده بکنن، خوبه خیلی، که میگن 100 برابر کوکائین قدرت تخدیر داره، و هر کسی هم 2-3 از این قرص‌ها رو مصرف بکنه هیچ وقت خوب نمیشه دیگه. آقای احمدزای میگویند که به حریم هم نوع داخل شدن که به ظلم می انجامد، یعنی تجاوز به حریم دیگری ظلم محسوب می شود. این هم برداشتی است. دکتر مژگان میگوید که قبل از انجام دادن عمل بد، قرآن راجع به قبل از انجام عمل بد سخن نمیگوید، راجع به جبر غیر قابل اجتناب سخن میگوید. قرآن راجع به اکتساب جبری غیر قابل اجتناب واجب الوقوع صحبت میکند. میگوید تو اگر از این پشتبان بپری حتما پاد میشکنه، و میگه آقا من میپرم، من دارم میپرم. میگه آمبولانس رو صدا کن. میگه این که هنوز نخورده به زمین، میگه میخوره به زمین. این الان وارد اکتساب جبری شده. به تو میگم قمار نکن. یکی از بهترین آرتیست هایی که در ایران، نمیگم حالا چه میکنه، آرتیسته، نوعش رو بگم اون وقت شناخته میشه، که خانم بسیار خوشگلی هم بود در زمان خودش، این رو در قمار یک کسی میبره این رو، یعنی 2 نفر قمارباز نشسته بودن قمار میکردن، ماشینشو میبازه، خونهشو میبازه، همه چیشو میبازه در کلوپ از ما بهتران. آخر سر این دختره دوستش بوده یا نمیدونم حالا هر چی که بوده، یک دختر 17-18 ساله فوق‌العاده زیبا کنارش نشسته بوده، حالا از هر جا آورده بود اینو نمیدونم اونا رو، میگه که من دیگه پول ندارم، این دختره رو میذارم برای بازی، و اون دختره رو هم میبازه. و اون دختره کسی است که در زمان حکومت قبلی خیلی هم معروف بود، و اون کسانی که در احوال روزگار مطالعه میکنن میدانن که چه کسی رو میگویم. این میگه آقا سر میز قمار نشین. میگه نشست، به قمار نزدیک نشو. میگه شد، قمار که خوردنی نیست که، قمار نزدیک شدنیه. میگه پس چه کار کنم؟ میگه هیچی. میگه این میلیونر الان نشسته داره قمار میکنه. میگه درسته، یک اتومبیلی کرایه کن، یک اتوبوسی چیزی که این 2 ساعت دیگه باید با اتوبوس بره منزل. میگه این ماشین مثلا چه میدونم بنتلیه چی چیه، این ماشین های انگلیسی خیلی خوب. میگه یه دونه از اونا داره. میگه نه نداره، داشت. میگه هنوز داره، ماشین چرو پارکه. میگه نه نداره دیگه، اتوبوس بگیر براش. این 2 ساعت دیگه سوار اتوبوس میشه. یعنی قرآن اشاره میکنه، قرآن واقعا کتاب حیرت آوری است.
واقعا کتاب حیرت آوری است، واقعا کتاب حیرت آوری است. انسان با همه وجود در مقابل معجزه این کتاب و مکتب آموزی این کتاب حیرت میکنه، باور کنید حیرت میکنه. میگوید اعمالی هست که تو با اختیار وارد میشی، مثل مثال امام زمان که هزار بار برای شما ده، میگن امام زمان وقتی میخواد ظهور بکنه قبلش خر دجال را میفته، خر ولایت را میفته، یا چیزای نظیر این میگن. اون وقت میگن این خره از تمام بدنش صدای موسیقی در میاد و بعد پشگل که رها میکنه روی زمین تبدیل به خرما میشه. مردمی که طمعکار هستن میرن به طرف اون شجر، میرن به طرف این دجال و از این خرماها میخوان بخورن، از این میوه های غیر مجاز میخوان بخورن. حالا یه دونش رو که میخورن شاخ در میارن، شاخ در میارن دیگه، خونه هاشون کوچه که این شاخ ها درازه نمیان تو، تابع این خره میشن و همینطوری میشن لشکر خره دجال. و به این وسیله خره دجال وقتی راه میفته یکی از بزرگترین لشکرهای دنیا رو به وجود میاره. همین داستان خره دجال و امام زمان و اینها رو که گفتن در واقع برگشتی از همین آیه است، تا حالا به اون زبان برای منظورهای دیگه گفتن. شما در یک محوطه ای که قرار میگیرید، در یک حوزه، ببینید شما اگه یه سری براده آهن داشته باشید، براده آهن رو نزدیک بکنید به یک آهن ربا، در یک فاصله یه مرتبه اینا رو جذب میکنه. شما اگر اینا رو محاسبه کرده باشین، خدای آهن ربا باشین، خدای براده آهن باشید، میگید این الان داره آهن، میگه آقا نزدیک این آهن ربا نشو. اگر نزدیک این آهن ربا شدی از جذب شدگان خواهی بود. میگن از کجا میدونی شما؟ میگه من خودم آهن ربا رو خلق کردم. من دارم به تو میگم به این درخت هوس، درخت شهوت، درخت ثروت، درخت قدرت، درخت حکومت، درخت ولایت فقیه، درخت سلطان، درخت رئیس جمهور، درخت سرمایه‌دار، درخت فئودال، درخت شیطان، به این درخت نزدیک نشو. برای اینکه اونقدر جاذبه این درخت زیاده که اگر از یک فاصله نزدیکتر بشی تو رو جذب میکنه. و از الان دارم بهت میگم اگر به یک متری این درخت برسی جذب میشی به این درخت، وقتی جذب شدی جز این درخت میشی. برای اینه که میگه به این درخت نزدیک نشو که از ظالمین خواهی بود. یعنی با این فعل ارادی به اکتساب جبری سقوط میکنی. میگه نمیکنم. استاد توفیقی می نویسند که در آیات دیگر نیز نهی شده از تقرب به فواحش ظهوری و بطونی و مال یتیم و زنا دور بایستید. آفرین بر شما آقای توفیقی، آفرین بر شما. میگوید در آیات دیگر نیز نهی شده از تقرب به فواحش، فواحش ظهوری و بطونی، و همینطور منع شده از تقرب به مال یتیم. چون وقتی به مال یتیم نزدیک میشید، اگه دور باشید امکان نداشته باشید، خب میگن یتیم. الان مثلا میگن پسر راکفلر خیلی پول داره در آمریکا، خب من جور استادم، اما اگه رفتم تو خانوادهشون باهاش آشنا شدم، رفیق شدم، دیدم که اصلا تو صندوقشون پر از پوله، خب من اون وقتی که دسترسی دارم، تقرب پیدا کردم به اونجا، امکان اینی که من دست بکشم از این پول گاف صندوق خیلی سخته. وقتی من میرم تو خانه یک کسی، میبینم که یک دختر 20 سالش لخت مادرزاد توی اون اتاقه، از پنجره اونو نگاه میکنم. حالا که البته نه، فرض کنید که حالا جوان بودم نگاه میکردم، خیلی مشکلی که من بتونم تحمل بکنم و به او تجاوز نکنم و فکر تجاوز،
و اکتساب جبری سراغ من نیاد. این موضوعاتی رو که آقای توفیقی در اینجا ذکر کردن بسیار بسیار موضوعات مهمیه. این موارد رو شاید به نوعی شاخ و برگ و ریشه های این درخت ظلم بتوان دانست. عاقبت شما به خیر باشه استاد، بسیار بسیار جامع و بسیار بجا گفتید. در آیه شماره 35 36 عذر میخوام، در آیه شماره 36 ظاهرا این کار انجام شده و رفته و به درخت نزدیک شده و به اکتساب جبری و جبر اکتسابی رسیده، فعل ارادی انجام داده به جبر اکتسابی رسیده. صحنه بعدی این تئاتری که خدا در قرآن برای آموزش ما به شناخت نگرش تحلیلی به علل و انگیزه های رفتاری بشر، این مبحث این قسمت از این سناریوست که تحلیل علل رفتاری بشر که رفتارهای مختلف، بیهیویرهای مختلفی که بشر میکنه بر چه اساسی است، اونها رو داره تجزیه و تحلیل میکنه، که یعنی اراده رو در مقابل جبر قرار داده، که افعال و اعمال اختیاری تو تحصیل جبر اکتسابی میکنه که از قدرت تو خارجه. یعنی تحت هیچ عنوان وقتی جبر حاکم میشه، شما از پشتبان که میپرید هزار تام دعا بکنید، دعا ما هیچ کدام اینها اثر نمیکنه، به زمین سقوط میکنید. اونو میگه جبر اکتسابی. ظاهرا این اتفاق میفته و نتیجهش رو ذکر میکنه قرآن. فَأَزَلَّهُمَا، سپس متزلزل کرد، لغزش داد، باعث لغزش ایشان شد، متزلزل شدن، تزلزل به وجود آورد. عجیبه، عجیبه قرآن. هر کدام از این واژه ها انسان رو به یک دریایی از اندیشه میبره که انسان فکر میکنه و واقعا متعجب میشد. ثبوت او را از بین برد، ملاحظه میکنید، تزلزل ایجاد کرد در او، ناپایدارش کرد در باورش، در ارزشهاش، در هدفش، در رفتارش، در تصمیماتش، در شخصیتش، همه اینها رو به لرزه درآورد و سبب ناپایداری باور و ناپایداری رفتاری او شد. الله اکبر. فأزلهما، موجب تزلزل ایشان شد شیطان. اما شیطان باعث تزلزل و لغزش ایشان شد، پس از آن جایگاه بیرونشان کرد. فأزلهما الشیطان عنها، پس موجب تزلزل ایشان و ناپایداری ایشان در مقامشان شد شیطان. فأخرجهما و بیرونشان برده. مما، از آنجا، کانا، که ایشان بودند، فیهی، در آن. پس شیطان موجب تزلزل اینها میشه، ناپایدارشون میکنه در اعتقادش، در تصمیمش، در عقیدش، در ارزشش، در دینش، و موجب سقوط اونها میشه و موجب میشه که اونها رو مورد
اخراج قرار داد و فاخرجهما بیرونشان برد. بیرونشان برد مما از جایی که کان در آنجا بودند. فیه و قلنا جمله تمام میشه، جمله جدید شروع میشه. خیلی مهمه که در این مرحله که کم کم من فکر میکنم همه شما کم کم دارید قادر میشید که قرآن رو به عربی بخوانید و متوجه بشید، ملاحظه کنید که بیشتر این لغات برای فارسی زبان ها باید آشکار باشه دیگه. اون واژه اول زلزله است، دومیش شیطانه، سومیش از اونجا، چهارمیش خروجه که همه بلدین، نمیدونم کانا و اینها هم که دیگه از رشته کون و اینها میاد و دیگه همه. یعنی میخوام عرض بکنم که تکرار این لغات باعث میشه که کمتر نیاز به اتکای به ترجمه این و اون رو داشته باشید. در اینجا جمله تمام میشه، جمله جدید شروع میشه. و قلنا تا الان خدا داشت تعریف میکرد که چه اتفاقاتی افتاده، الان موقتا تعریف تمام میشه، خود خدا شروع میکنه به صحبت کردن، نه در زبان تعریف و داستانگویی، الان داره راجع به خودش صحبت میکنه که ما چه کردیم. الان میگه اونها چه کردند، شیطان چه کرد، اونها چه کردند، حالا میگه ما چه گفتیم. جمله جدیده. و قلنا اهبطوا. یکی از لغات فوق العاده مهم قرآن در این آیه که خیلی باید در موردش فکر کرد، واژه هبت، هی دو چشم، هی کوچک، ب و تین هست. هبت، هبت یک چیزی است مثل نزول، پایین آمدن. هبته یعنی پرتاب شدن، نه پرتاب شدن فیزیکی، نه فاصله فیزیکی رو طی کردن. حالا در اصطلاح متشابهات قرآن، چون بهشت یک جای رفیع و بالایی است و دنیا یک جای پایین و نزدیکی است، بنابراین سفر از بهشت به زمین، اگر اینها رو همه رو فیزیکال بدونیم، سفر از بهشت به زمین سفر هبوطی است، سفری است که ارزش‌ها فرو می‌ریزد و در واقع فروریزی ارزش‌هاست، نه فروریزی خود شخص. اون زبان متشابه هست که می‌گوید او هبوط کرد، آدم هبوط نمی کنه. این رو میخوام توجه بکنید که از مغز متشابهات قرآن کم کم متوجه روش استخراج حکم هم بشویم. هبوط یعنی ریزش شخصیت، یعنی ریزش ارزش ها، فروریزی و اسقاط ارزش ها رو میگویند هبوط. ولی خود لغت هبته به زبان عربی یعنی پایین آمدن، یا پایین افتادن بهتر بگوین تا آمدن، پایین افتادن. اما انسان پایین نیفتاده، ارزش های انسان پایین میفته. این تغییر مکانی نیست، این سفر فیزیکی نیست، این جایی نیست که یک بهشتی در یک جای طبقه هفتم باشه، جهنم در طبقه هشتم باشه، چه میدونم زمین در طبقه پنجم باشه. اینها نیست. ذهنتون را از این نوع تجسمات و تخیلات واهی پاک بکنید، یا کم کم پاک بکنید،
چون انقدر از این تعریف ها آخوندها کردن که ذهن ما پر از این کسافت ها شده. کسافت کارش کسافتکاریه دیگه. آخه چی تو مغز ما بذارن جز یک مش کسافت؟ من راجع به مغز خودم صحبت میکنم که چه کردن با ما اینها. هبوط به معنای سقوط ارزش ها. و سقوط نگرش و سقوط مقام. درست در مقابل رفعت میاد که کسانی رو که خدا رفعت میده، ارتفاع روحانی میده به اینها، ارتفاع ارزش میده به اینها، هبوط درست برعکس اونه. یعنی مثل اینکه شما اعلیین رو در مقابل اسفل و سافلین قرار بدید، بالاترین بالاها در پایینترین پایینها. هبوط ارزش سقوط ارزش ها رو میگوید که، و گفتیم اهبطوا فرو آیید بعضكم، و علاوه بر این که فرود میایید به علت این از دست دادن ارزش ها شما تبدیل میشید به موجوداتی که مجبور هستید در حالت عداوت و دشمنی با یکدیگر بوده باشید. پس گفتیم از بهشت بیرون بروید، یا از بهشت ساقط بشوید، یا از اون مرتبه رفیع فرو افتید در ارزش ها، در حالی که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است. بعضكم لبعض عدو، یعنی در حالی که شما دارید سقوط میکنید، در حال سقوط هم با هم دعوا میکنید. اگر بگوییم که این متشابه همان است که باید بشه، یعنی این دوتا آدم را از بهشت اون بالا انداختن پایین، تو را با هم دعوا میکنن. اون میگه تقصیر تو بود، این میگه تقصیر تو بود. اون میگه تو به من گفتی نزدیک شو، اون میگه تو به من گفتی دور شو. شما هبوط پیدا می کنید و اولین آثار هبوط عداوت و دشمنی است. یعنی بین ظالمین، اینا ظلم کردند دیگه و ساقط شدند و در حال از دست دادن ارزش ها هستند. ارزش های اونها قدرت های اونهاست. ظالم قدرت داره که ظالم شده دیگه، امکانات بقیه رو به عهده به دست گرفته. حالا اونها رو ازش گرفتن، هم قدرتش رو گرفتن هم ارزش هاش رو گرفتن و به صورت خاکروبه در اومده انداختنش دور. حالا به هم دیگه افتادن، به جان هم دیگه افتادن. تو میگه این تقصیر تو بود، تو اون یکی میگه تقصیر تو بود. به این لحاظ است که میگه فرو افتادن در حالی که بعضی از اونها بعضكم لبعض عدو ولكم، و برای تو، در حالی که بعضی از اونها دشمن بعضی دیگرند و در زمین، و برای شما ولكم در زمین فی الارض مستقر، می باشد محل استقرار، محل زندگی، محلی که مستقر بشوید در زمین. و متاع، و همینطور متاع یعنی وسیله زندگی و وسیله لذت بردن و زندگی کردن. الی برای حین، یک مدتی. پس انسان از نظر رفتاری معین شد که انسان به چه صورتی، حالا باز دو مرتبه در جلسه دیگه ریز اینها رو بررسی میکنیم چون بسیار مهمه، ولی در پایان کار ما با منطق قرآن آشنا میشیم که چگونه به ما میآموزد و ما انسان رو میشناسیم در درون، در بیرون، در امکانات، در رفتار و در روش توبه
و در روش استغفار و بازگشت به مقام خودش. این جلسه را در اینجا به پایان میبرم. با همه شما خداحافظی میکنم تا نشست دیگر. خدا نگهدار فرد شما عزیزان باشه. روز بخیر.